امروز در افغانستان سالگرد اشت ثور تجلیل می کردن. در می مملکت ما بعد از 40 سال جنگ و غم و اندوهی که مردم در خون غرق، 12,000 نفر تنها در این 2 سال گذشته در آبهای بین ترکیه و اروپا غرق شده، باید ما یک ماتم ملی برای 10 سال بگیریم. یعنی در این مملکت اگر یک آدم سالگره خدا میگیره، برای ما عجیب معلوم میشه. اگر سالگره اشتوکه که 1 ساله خدا میگیره، برای ما عجیب معلوم میشه. و ای که سالگره اشت ثور است، سالگره هفت ثور است، سالگره از ای کاکا و از ای خاله که وطن فروختن، ای والا کلگیش جالبه. مگر به هر حال آقای اشرف غنی، آقای عبدالله و یک تعداد بزرگای مملکت در اینجا اشتراک ورزیده بودند. و یکی از بزرگان قندهار، یکی از رهبران قندهار که معلوم میشه بسیار یک آدم هوشیار، خیست و یک گپ های زد که والا کل ما باید گوش کنیم. ما منعیس تاجک، خودت منعیس هزاره، خودت منعیس ازبک، خودت هندو مسلمان و خودت منعیس پشتون، گپ های زیرا باید خوب صحیح گوش کنیم که ببینیم که در مملکت ما چی میگذره. سعی کنین یا آره بعض خو حتی در تعلیب نوم در پشتون و اهل پروژه جور مختبه اول چه پشتون باید ختم سی، پشتون اول سی، پشتون وزه برسی در ذکر چی؟ میگه در 15 سال به نام طالب یک پروژه پشتون کشی واز شد. بزن پشتونه که طالبه و ای را سوی استفاده کردن. بلا جالبه. حال سعی کنین دیگه شه دکه چه در دوی پلاس در نرتو سوته یورا غلیو او در نرتو پسوته پشتون و میگه از خاطر چی یا تانستن که پشتون کوبی کنن؟ به خاطر که در دستشان سوته نیتو آمده بود، ناتو امریکا و اروپا عسکرش آمده بود، سوته از وا در دست مردم مخالف پشتون آمد و یا شروع کردن به پشتون کشی به نام طالب. امی سوته ناتو خود افغانستان آمد، اما این سوته در دست کی افتاد؟ در دست آقای کرزی، یک پشتون فاشیست در پیشروی پرده برای 14 سال یا 13 سال و اشرف غنی فاشیست در پشت پرده برای تمام وقت. و عالم اون سوته در دست کیست؟ در دست اشرف غنی پشتون فاشیست در پیشروی پرده و کرزه فاشیست در پشت پرده. یعنی ای آقا ایتو ادعا میکنه که ای سوته نیتو را برای پشتون و برای کشتن پشتون استفاده کردن. کی کرد؟ سوته در دست خودتان بود. 14 یا 15 سال است که امو سوته که در دستان افتید ای را در کله مردم دیگه زدین. وقت طالبتان صلح کده رفتین، سل طالب، سل طالب، برادر ماست طالب، وطن فروختن، تریاک امی علمند به مرکز تریاک مملکت تبدیل کردن، چرسخانه ساختن افغانستان، مکتب ویران کردن، پل سختاندن، پل ویران کردن، مردم قتل عام کردن، حلال کردن. کی کرد؟ اینمی برادرای پشتون کرد. اینال خودت میگی که نه، سوته نیتو در دست از یافتیده بود پشتون کشی کردن. در دست کی؟ در دست ماخ نبود. هزاره بیچاره چی داشت؟ ازبک چی داشت؟ تاجک چی داشت؟ امی تاجک چی داشت؟ خب یک دو دانم معاون رئیس جمهور به بیمانای به کفایت داشت. اینم مثل که حال زیای مسعود است یا چیکاره است؟ اینم یال امی عبدالله که است که خود عبدالله هم پشتونه، امی یالی چیکاره است؟ کل قدرت در دست آقای رئیس جمهور و اون فاشیست های رفیقش است. این حال خودت از چی نگاه میگی که سوته در دست ما افتیده بود؟ تو خب پشتونه، پشتون غافله، ایجا تحریک میکنی که قاتل تو تاجک است، ازبک است، ازاره است، در حالی که دروغ محض است. برعکس بوده در 15 سال شما ببینین که چه خاینتاری شد. کلش پشتون هر روز میان یک بم میپرانن که در او ازاره کشته میشه، تاجک، ازبک، ماندار، پشتون هم کشته میشه و 99% پشتونه.
و در حکومت اگر سعی کنین امیال 70 80 90 فیصد مردم در حکومت امیال پشتونه، شما سعی کنین اثر اشرف غنی عبدالله خودشان پشتونه. خب یا خیر تذکری از او را پاره کردن به خاطر که در پنجشیر بوده یا مادرش پنجشیری است، امیر تاجک حساب میکنیم، دیگه کلانا را حساب کنین، از سرپرست وزارت دفاع گرفته تا امنیت ملی تا ازی تا ازی تا کل جای را خودت حساب کو بیبی که چه خیزی پشتونه، در دوره کرزی چه خیش پشتون بوده، قدرت و پیسه در دست کی بوده و اینمی پیسه را کی دوزی کرد. حال اینمی یک چیز است که ما باید گله کنیم که 15 سال نه 40 سال است که امی کار در وطن ماست. از امی وقت که آقای ترکی قدرت گرفت، آقای ترکی پشتون، آقای فیزلامین پشتون، آقای کارمل من همه فهمم یک تیاد میگه که پشتون بود یک تیاد نه، خو خیره بیا میره، ما به عیس تاجک میگیریم که شما قار نشین. آقای نجیب پشتون یک شش ماه یا یک سال آقای بران الدین در اونجا در یک گوشه پادشاه بود که آیسای زر طرف کابل راکت میزد و نماندن که هیچ نفس بکشه که بگویم اوکی کار کرد یا نکرد. بعد از او در دست کی بود؟ حکومت کلگیش در دست شما بوده. و در طول این 15 سالم آقای کرزی و آقای اشرف غنی، اگر در این مملکت وضع خراب شده رئیس جمهور همیشه پشتون بوده. وزیر دفاع را ببینین که 90 فیصد وقت پشتون بوده، وزیر داخله را ببینین، امنیت ملی را ببینین، امی چوکی های کلان دینمی دوره کرزی همه قبل پشتونست بود امی حکومت که وزیر معارف کتابا را به پشتو چاپ میکرد، بدسته کتابای فارسی را در کتاب فارسی نوشته میکرد که لسان دوم افغانستان. یعنی ما چی کردیم بر علی پشتون؟ نه بیادر در منطقه انتحار کردیم، نه مردم تا کشتیم، نه پراندیم، نه لسان تا دوزی کردیم، نه هیچ چیزه، نه فروختیم. امی قدرتلای اعداد یک کتاب نشته کرده بود که پشتونوالی را امی خصوصیت هایش یکیش گفته بود که بدرقه است، یعنی در منطقه پشتون که میایی باز پشتونا تو رزیج بدرقه میکنه تا آخر منطقهشان که به تو صدمه نرسه. راست هم میگفت. روسا را از شمال بدرقه کردیم تا سر پاکستان، ایره کی کرد؟ و پاکستانی ها را بدرقه کردیم از سرد ترخم تا شمال، اینمی را کی کرد؟ حالا اینمی قدرت در دستی کی بود؟ امروز رئیس جمهور کیست؟ دیروز کی بود، پری روز کی بود، پیش پری روز کی بود؟ این دمی 40 سال پیش از او شهید نمیریم خاطر از اینکه حداقل دمی 40 سال کلگی ما به چشم خود دیدیم. اینا امیر ما هیچ یاد نمیکنیم. میگه ما امیر اگه یاد کنیم از خاطر یک خائن پشتون یک هموطن دیگه ما در روش سلی میخوره، بیا خیر امیر قرد میکنیم. مگه ایجا در میگیری که این نفر قاره؟ میگه تو سوته نیتو را گرفتی، ما را کتش زدی و این قابل قبول نیست. سوته نتو در دست شما بود، منتها شما امور دادین در دست پاکستان که هم در کله شما ده و در کله ما. اونا در کله شما دو دفعه زد به خاطر که شما را در جنگ بر علی ما استفاده کرد، در انتحار استفاده کرد، بر زر تریاک استفاده کرد. سعی کنین دیگه شد 15 کال پر پشتانه جنگ تحمل. پنزل اسکال پشتون به تعلیم محروم دی. میگه 15 سال گذشته تا پشتون از تعلیم محروم بود. او کودن در وقت طالبا چطور بود؟ این 15 سال نیست، این 25 سال است که پشتون از تعلیم محروم بود. طالبا هم پشتون از تحصیل محروم کرده بودن و تمام مردم دیگر هم. در اینی 15 سال که طالبان نبود، حکومت تمام توجه خود به مناطق پشتون انداخته بود، منتها پشتون یکی یاد زیاد رفته بود برای پاکستان نوکری میکرد. پاکستان نمیمانه که پشتون مکتب بخونه تا که نوکر شد، تا چرس و تریاک برای پاکستان بکاره، چرا اگر درس خوان دکتر شد انجینر شد نمیکنه او کاره. اینا ضرورت داشت مکتباره، اما که مکتب که در منطقه پشتون شد در ای جای نش کلش طالبا پراندن. یکی یاد دیگه شام امروز قرارگاه نظامی طالباست. یعنی در این گناه ماست که پشتون 15 سال نرفته، 15 سال نه 25 سال نرفته، و این گناه پاکستان طالبه. اینال سعی کنین
دیگه شه دای کندیسی شپرژنیم زرو کسانو سشکال و کنکورت امتیان رو کریو میگه از دای کندی هون از اون نقطه هزارا از اون جایک ششونیم هزار نفر امسال کنکور آمد امتحان داد اما از لوی تاریخی قندهار 21,000 نفر این نمیتانه قابل قبول باشه و چکچکایه دای کندیسی شپرژنیم زرو کسانو سشکال و کنکورت امتیان رو کریو ایچی یک مردم اغدهیه آلینینایی که در این مجلس شده یا خود طالب نیست یا خود پشتونه است که نکتایی پوشه واقعا ما کدام خیانت به پشتونه کردیم خود تو اولادت گرفتی نوکر آیس های جور کردی میای انتحاری میکنه مکتب میپرانه انو زکاتش ما جوخه جوخه کشته میشیم ما یخن تو را نمیگیریم که او بیدر چرا اولادت در مکتب نمیبری چرا مکتب میمانی که بپرانه چرا طالب نمیکشی هزاره حالا هزاره تو برو پیدا کن که چند تا هزاره انتحاری کرده چند تا هزاره مکتب پرانده هزاره بیچاره رفته در منطقه خود امو منطقه خود ساخته اولادش مکتب میره بام هم نمی پرانه و هزاره سی که آقای کودن اینی یک هزاره است یا شاید هم یک تاجک باشه نمی فهم مگر یک کتابخانه سیار جور کرده سی که این ای میره بر اولاد وطن کتاب میته که بخوان تو پیدا که یک دانه پشتون که میکاره کده باشه کل فکر همو پشتونایی که اکته و در این فکره که در کجا یک بم بپرانیم چطور یک موتر پر از مواد منفجره بیاریم در یک مارکت بپرانیم که زیادتر نفر کشته شهر رفته نمیبینی؟ اونمو را کی میکنه؟ یک برادر پشتون تو میکنه یک برادر تاجک ما یک برادر هزاری از دیگه یک برادر ازبک از دیگه نمیکنه یه وضعی که توی را تاوان بتی یه وضعی که از این خجالت بکشی تو آمدی ما را محکوم میکنی که چرا از دای کندی ششونیم هزار نفر امتحان میته اگر بچه تو تنبل درس نمیخوانه از مکتب مگروزه انتحاری میکنه حالی را تو سر هزاره تاوانش میخوایی بته خو اولادش میره درس میخوانه آیا غلط میکنه یا تو غلط میکنی حالا اینی بچه سعی کنین اینی که تیپای شل خود اینی میره اینی یک تاجکه سعی کنین مکتب میره درس میخونه کفش هایش را باید پوشید راهش را باید قدم زد و درد هایش را باید کشید تا از دلش آمد حسیب سال هاست این گونه مسیر دشوار گذر سر کوتل را به امید آینده بهتر میپیماید او 25 سال دارد و محصل 15 زراعت پوهنتون کابل میباشد در میان صدها جوان سالم چهارم نمره سنف نیز است حسیب میگوید عزم بلند دارد مالیت ما در نظر نمیگیرم با هم کوشش میکنم امو هدفی که در زندگی خود دارم به هدفی خود برسم حتی مالیت چه که بخی کلام مریضی دیگر عمر بگیرم ما بازم به خاطر کسب علم به خاطر که ما به هدفی خود برسم این راه خود ادامه میدم همسنفانش او را جوان پرکار میگویند اسم خان است یکی از مسئولین تونو کابل 15 زراعت با اسی بچه هست که زیادتر زحمت نکشه چور که سر اول با همراه من بود یک بچه زحمت کش یه زراعت 15 دوم سی مسئل یم یعنی موگ در تلیر واقعا پا گوتا پا غاخ بندی و چه دای سر اکم دلتا دی خپل ساحی نه مثلا دی خپل کور نه دلتا راجی او بیا دلتا خپل درس وی او میگوید هرچند در مسیر راه آبرین میخواهند او را کمک کنند اما خودش این اجازه را نمیدهد
حسیب میگوید خانهشان در پنشیر است و تا هنوز در کابل برایش در لیلیه اتاق داده نشده و حالا در خانه کاکایش به سر میبرد. آمده ما خود بسیار زیاد است. خود من میلان رفتن من خودش این یک مشکل است. ولی یک مشکل آمده منیم است که من خواستم که یک کتابچه محلی جور کنم برای خود. کتاب من بتونم که از مصرف محلی کتابچه محلی خود خرج تحصیل خودم به دست بیارم. از یک کوه بلند تا پایین و از اوج تا پوانتون با پای پیاده میره. و ای از کجا است؟ از پنشیره که شما میگین کل چوکی ها را چور انداخته. اگه یا قدرت میداشت اتمی با می پنشیری که در ای علاوهیت یک بچه لایق و زامت کشه اتمی یک جای برش یک لیلیه میدادن. اما سیکو لیلیه نداره. در خانه کاکای خود خواه میشه یک رای چند مایله ای با پای شل شاید 3 ساعت 4 ساعت میه و میگم مره در راه مردم میخواه کمک بکنه در موتر خود تا پوانتون برسانه ما قبول نمیکنم. غلام همت والای اینت یک بچه هستم. اینال توی نیره محکوم میکنی بچه تو چی میکنه؟ نواسه تو چی میکنه؟ در منطقه تو چی گپه؟ تا سدل تا که نیزی نکوکن دیده تا که نیروز تو دیده کنم سیروز تا که نیش آبا که هستانه که نیز دیده خواهم وقتی دل سی ناتا مخ تا سو تپتا دا جداد دولت اسلامی مدرسه دا و مکتب دی دیکی دا سلا پس ده جهاد جهاد ستا وی جهاد چه دا اللہ تعالی دین او دا اللہ کلمه چه دینو پر طول خلق مانی دا برشی زکر اللہ فرمای چه تاسو دا دی خلق سر جهاد وکی دا آغا پوری حتی لا تکون فتنه چه ترده پر چه شرک و کپر و پتنه چه دن دا پر جهان که پاتی نشی ویمرا آتین یا یو زنانه دا پارا. The teacher, Abdullah Gul, spends a few minutes explaining the theory of jihad or holy war. Then he moves on to its practice. Давуда паса. Дита сену мереки. Клашенков. Бл сада пухто кем дита сену мой. Машин. Дар тишире пара мунгара гасте. Валладин ди паса. А дай паса да пара. Ау да кому халко сарно бле мане мунгал тасу улу. Капир. Капир. Дита клашенков мереки. Сада пухто кем мунг машин во. When the children struggle with his questions, the teacher whispers the answers. در کم زی جوڑا ہے؟ چین جوڑا ہے چھوڑا زی کئی؟ شباد دست چی بکی سنگ ہے نیسی؟ شباد حالی گناه ازی در سر ماست ہے سی کنین ایگا پاس کجا شده اینمی اشرف غنی کسیف اینمی گا پارا میزد کرزای میزد سی کنین 98% حتی اقل کسایی که در بگرام بندی بودن گنده یک زبان است 98% حداقل کسایی که در بگرام بندی بودن گنده یک زبان است. این متعادل است یعنی؟ میگه بیادر در زندان ها 90% 99% گوینده یک زبانه. خب 99% انتحاری هم که میکنه گوینده یک زبانه. سعی کنین دیگه شه. چند فیصد عملات شبانه؟ متمرکز سر خانه های زبان گویندگاه یک زبان بود. چند فیصد عملیات شبانه در سر خانه پشتون میشه؟ وی حالا تو میخوایی که ازاره به چاره رو بزنی که چرا تو ترور نمی کنی؟ چرا تو انتحار نمی کنی؟ یا تاجکه یا ازبکه؟ خالوان نمی کنه تنهای ندینمی منطقه میشه. این حاله که تو سلح کردی که شان خانهش نمیری و نمیگیری سیکو که مملکت دادی برشان. یعنی اگر این مردم های پشتون سر ما قدر قاره شاید وقت از این رسیده باشه که ما فکر کنیم که چطور همی از امی برادرهای خود جدا شیم کمیاب بتانه ده اگر آرامش زندگی کنن. حالا این امی آقا یگانه آقا نیست منتهای واضح همی گپ خودم میزنه این فکر میکنه که تمام از اینی کارا از باعث من تاجک
وینی آقای ازاره و اون آقای ازبکه.